من میخواهم اینجا در مورد یک ارزش دیگری صحبت بکنم که به نظرم مردان و زنانی که در حوزه ساختمان فعالیت میکنن، در حوزه سازه فعالیت میکنن، باید سزاوارانه به این موضوع هم توجه کنن. چیزی به نام برکت. برکت یک معادله برد برده که تلاش میکنه کسب و کار شما رونق داشته باشه، ولی رونق این کسب و کار منجر به آسیبی به رونق دیگر کسب و کارها و دیگر زیستمندان نشه. ما یک سدی ساختیم در استان فارس که میتونه تا 8.8 ریشتر زلزله رو تاب بیاره. گالری های فوق‌العاده‌ای داره. از نظر سازه‌ای دوره برگشت 10,000 ساله رو تحمل میکنه. مستاق بارز دانش مهندسی ایرانیان که تونستن یه همچین سازه‌ای رو بسازن. اسم این سد سیونده و از زمانی که این سد ساخته شده در دولت دوم احمدی نژاد این سد رونمایی شد، حدود 14-15 سال میگذره. به قیمت سال 1386 300 میلیارد تومان هزینه ساخت این سد شد و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم در طول همه این سالها یک قطره آب پشت این سد جمع نشده. سازه حرف نداره، کاملا قابل دفاع، دیواره های بتونی، خم به ابرو نیاورده، اما سازه در جایی قرار گرفته که آبرفت درشتانه است، یعنی جایی که ما باید عملیات آبخانداری انجام بدیم، یعنی جایی که نفوذ پذیری یا اینفیلتریشن خیلی بالاست و معلومه که اینجا زدن این سازه غلطه. ما به افیشنسی توجه کردیم، به کارایی، اما به افکتیونس، به اثر بخشی توجه نکردیم و یک سرمایه ملی رو نابود کردیم که هیچ. سبب شدیم نظام آبشناختی رودخانه کور و سیوند در استان فارس که مهمترین منبع تغذیه بزرگترین تالاب مرکزی ایران بختگان، تشک و کمجانه به شدت آسیب ببینه. سبب شدیم در جایی که نباید ارتفاع چاه‌ها بیاد بالا و وسعت کشت برنج 11,000 هکتار افزایش پیدا بکنه. برنجی که محصولی بسیار پرمصرفه و علل قاعده نباید در اون منطقه کاشته بشه. ما به دست خودمون شتاب فاجعه رو افزایش دادیم با وجود دانش مهندسی خوبی که داشتیم. ما به برکت توجه نکردیم، فقط به سود خودمون و شرکت مهندسی مشاور خودمون توجه کردیم.